سالها بود که از شمیم بهار نویسنده و منتقد ادبی و سینمای ایران چیزی منتشر نشده بود تا اینکه نشر بیتگولد به تازگی کتاب دهه 40 و مشقهای دیگه از شمیم بهار را منتشر کرد. این کتاب گزیده ای از داستانها و نقدهای ادبی و سینمایی بهار که در دهه 40 در مجلات ادبی و هنری منتشر شده بود. به علاوه یک فیلمنامه کوتاه که برای اولین بار منتشر شده. شمیم بهار یکی از منتقدان سینمایی ایران بود که در دهه 40 نقد جدی فیلم رو وارد مطبوعات کرد. با اینکه از اون و زندگیش اطلاعات چندانی موجود نیست و سالهاست که از صحنه هنری دوره، اما نامش برای دوستداران ادبیات همچنان آشناست. گفتگویی داریم با روزبه کمالی، منتقد ادبیات و سینما، درباره شمیم بهار. با اینکه بیشتر از 4 دهه است که شمیم بهار در فضای هنری ایران حضور فعال نداره، نامش همچنان تو حلقه های ادبی و هنری مطرحه. این مطرح بودن به چی برمیگرده؟ شخصیت خود بهار یا آثاری که قبل از انقلاب منتشر کرده؟ من واقعا نمیدونم که آثار شمیم بهار چقدر خونده شده، به خصوص آثار ادبیات داستانیش. اما از میان این آثاری که نوشته، به ویژه به خاطر نقدهای سینماییش نامبرداره و فکر میکنم در طی این سالها تا پیش از انتشار این کتاب اخیر بیش از همه نقدهاش خونده شده و بر سر زبان هاست، به خصوص که یک گروهی از دوستانش، دوستدارانش و منتقدان سینمایی گاهی نقدها رو دوباره انتشار دادند. شمیم بهار لحن تند و تیزی داشت در نوشته هاش، در دیدگاهش هم نوعی تیزی وجود داشت. تیزی به معنی تیزهوشی و زیرکی، یعنی به نظر می رسید که به سرعت می تونه به اشکالات اساسی اثر اشاره کنه، دست کم بخشی از اشکالاتش. این شیوه نقد نویسی، این شیوه بیان تند و تیز جذابیتی به شمیم بهار داد، به اضافه اینکه خودش در غیاب بود و نبود و شاگردانش هم که در دانشکده هنر در دهه 50 در کلاساش شرکت کرده بودن، به این تصور از استادی که در خفاست، در پس پرده است، دامن زدن و اغراق هم کردن. واقعیتش اینه که وقتی الان ما با آثار شمیم بهار رجوع میکنیم، نویسنده‌ای رو میبینیم که در داستان نویسی بسیار تواناست، در نقد نویسی آغازگر راهیه که نقد سینمایی رو به صورت تحلیلی و استدلالی بنویسه و ارائه بده. وقتی درباره شمیم بهار و نقدهای سینماییش صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که او از آغاز دهه 40، از اوایل دهه 40 شروع به نوشتن نقدهای سینمایی کرد، در زمانی که نوشتار نقد سینمایی به گستردگی و فراگیری امروز نبود. امروز هر کسی تو فیسبوک یا وبلاگ خودش یک نظری راجع به یک فیلم میده. سینما اصلا انقدر گسترده نبود در ایران. نقد فیلم، مرور اثر سینمایی با تلاش آدم های مثل او، پرویز دوایی، تهامی نژاد، هوشنگ طاهری، کیومرث وجدانی، تبدیل شد به یک بخش ثابتی از مطبوعات. نقد نویسی شمیم بهار یک ترکیبیه از نقد ذوقی سلیقه‌ای یا اظهار نظر ذوقی و سلیقه‌ای بهتر بگیم، که اغلب هم سلبیه، منفیه، و تلاش برای استدلالی نوشتن و رویکرد تحلیلی به دست دادن. معمولا در آغاز نقدهاش نظرش رو درباره فیلم بیان میکنه. مثلا فیلم بسیار بدی است، حرفی برای گفتن ندارد. در ادامه سعی میکنه با به دست دادن مصداق‌هایی از فیلم نظرش رو مستدل کنه. تو داستانای شمیم بهار روایت مبتنی بر حادثه نیست و داستان ذهنیات شخصیت‌ها رو توصیف می‌کنه. شخصیت‌های داستان‌های بهار معمولاً چه ویژگی‌هایی دارن؟ مرفهن، با فرهنگ غرب آشنان، غرب رو دیدن یا حتی مدتی در غرب زندگی کردن و کمتر با فرهنگ سنتی ایران پیوند دارن.
دچار مسائل وجودی در دنیای جدیدن، دچار تردیدن، جای خودشون رو در کشور خودشون یا در غرب پیدا نمی کنن. نه شکل سنتی زندگی رو میپسندن، بلکه از اون گریزانن و نه شکلای جدیدی تونستن پیدا کنن یا در جامعه ایجاد شده که بتونن در اون قرار و آرامش پیدا کنن. اینو هم اشاره بکنم که دو ویژگی داره شمیم بهار در این داستانهاش که به نظرم خیلی قابل تعمله. یکی این که یه شخصیتی مثل گیتی سروش، یک زن مستقل، روشنفکر، فرهیخته، ادبیات خونده، در داستاناش یاد میکنه که یا به عنوان شخصیت اول داستانه یا در اگر شخصیت اول نیست که از شخصیت‌های عمده‌ای که دیگران بهش اشاره میکنن یا آرزوی رابطه باش داره یا اینکه در با او در رابطه بودن. اینکه یک زن اینقدر مستقل و اینقدر فردگرا در مرکز داستان‌های او به عنوان یک شخصیت قرار میگیره و به الگوی سنتی آرامش در آغوش مرد به عنوان هدف زندگی هیچ اعتنایی نمیکنه، بسیار بسیار ویژگی مهمیه. ویژگی مهم دیگر آثارش شاید این باشه که بسیار جدی به مهاجرت میپردازه، به مهاجرا، یعنی این آدم هایی که در مملکت خودشون آروم نمیگیرن، به غرب میگن، در غرب دچار غربت غربیان، در وطن خودشون در شرق احساس بیگانگی با سنت میکنن و این بیقراری مداوم و سفر مداوم.